ویدیو میخوایم 24 ساعت به سبک آقای مارکاپلایر زندگی کنیم، یوتیوبر معروفی که اکثرا میشناسیدش. این دوست عزیزمون توی کانال یوتیوبش یه روز زندگیش رو ولاگ گرفته که نشون میده یه روتین عجیب غریب داره که اصلا با روند زندگی ما جور در نمیاد. خیلی قرار سخت بگذره. تا آخر ویدیو با هم باشید تا ببینیم زندگی کردن به سبک مارکیپلایر قراره چه سختی‌ای داشته باشه. که 24 ساعت سبک زندگی آقای مارکیپلایر رو داشته باشیم. من ریدم تو این سبک زندگی که 4 صبح پاشی سگا رو ببری بیرون. دوستان همونطور که میدید ساعت 4:40 است و وقت بریم. خب پنجای کور چرا بدویسته تو گردم؟ پنجای کور که سخت، این اولین ویدئویه واسه من، کامرا من ندارم. خب دوستان، آقای مارکیپلایر ساعت 4 صبح پاشوزف سگاشو چرخون بیرون و باشون پیاده روی کرد. سگو بزنی بیرون نمیره، همین سگ به زور رفت. اونجایی که من سگ ندارم و رفیقا هم هیچ کنون نمیدن، ما یک گربه داریم تو مجتمع، اینو یکم نازو نوازش بکنیم. دوستان ساجد مهده رو میبینید که بازیش گرفتم یه داره کن و بسیارم تمیز. ساجد بیا بیا ساجد، همه موقع تو مسید یه گروه پارکی رو اینجوری برای خودتون کنید که بهش اسم بدید پاشه بیاد، اون موقع میتونید با هم دیگه صحبت کنید. خب دوستان، واقعا اینکه بنده واقعا ساعت 4 صبح همت کردم پاشم بیام این ویدیو رو بگیرم عجیبه. کلا این چیز عجیبه که دارن این خارجی ها، اینه که واقعا اینکه بخوام سبک زندگیشون رو رعایت کنیم خیلی سخته. یعنی طرف 4 صبح پا میشه، بعد بعد این میره ورزش بکنم 6 صبح. کلا خیلی تفاوت داریم ما کسایی که داریم تو آسیا زندگی میکنیم، مثلا میدل ایست، تا جای دیگه تو اروپا و امریکا سبک زندگی متفاوته. کدومتون خدا وکیلی 4 صبح میایید پیاده روی سگاتون رو میارید بیرون بعد برید ورزش میکنید؟ دوباره داریم میمالون یا ساجده بمالون توی کامنت ها ترزمه زوجینی خدایی. دیدی نگاه کن دستور رو، دیدی باریکشل ساجد راضی هم از تو پدر سگ خدایی سبوهی. ساجد اومد بغل پام برای خودش می مالی، انقدری که این منو مالید چی برش کن؟ هرکی من از این در و پنجره ببینه فکر کنه اسکول مسکولی چیزی هم، فکر نمی کنه و مطمئن باشه اسکول مسکولی چیزی هم. یکم میگذره، صورتم چقدر پف داره هنوز. ما برگشتیم از پیاده روی و الان وقت صبحونه درست کردن و بعدش هم ورزش کردن. مارکیپلایر که خودش بیرون یه غذا سفارش داد واسه صبحونه، اما من چون رژیم خودم دارم خودم واسه صبحونه درست کنم. پس اول این صبحونه رو درست می‌کنیم بعدش می‌خوریم. آقا چه دنبال تناسب اندام باشی چه نباشی، صبحونه رو باید توش تخم مرغ بذاری. خدا وکیلی خب آقا تخمه ها گذاشتم آپز بشه، چایی هم گذاشتم جوش بیاد، تا اون موقع گفتم یکم تو این زاویه با هم دیگه صحبت کنیم. تخمه ها که آماده بشه میزنیم بر بدن، کریدن میریم ورزش میکنیم. اما تا اون موقع خب ببین، الان که 6:30 صبح از اون پیاده روی صبحی که با هم دیگه داشتیم تا الان که دارم صبحونه رو آماده میکنم، همونطوری که از صورتم مشخصه هنوز پف داره و زیاد با شرایط حال
نمی کنم، اما از همه این غذایی که بگذری بدی نیست آدم یه بارم که شده تجربه کنه ببینه این سبک زندگی چجوریه. آقا چقدر گرمه، بکنیم. آخه اوه کچاپ نشه فراموش. شما رو نمیدونم ولی من خودم تا زمانی که چای نخورم روزم شروع نمیشه. بریم ورزش. خب آماده شدیم بریم یه ورزش شیطون بلای توپ داشته باشیم. حاجی از همین الان داره با کلاس کار میکنه که در آینده لاکچری تمام شامپو فقط تخمه مرغی بهترین شامپو ریزش موه همه در شخصی ها اگه شما رو دید دلیل چندین شامپوه ولی آجهتون خیلی میشه خوشبازو واسه تو میدیدم معلوم نیست خوشبازو اینجا معلومی نمیدید نه احبا سلام علیکم Are you lost baby girl? نه احبا یه بوله یکی رفیقا نو شدم نو. واقعا مارکاپلایر یه کار عجیب غریبی که میکنه روزی 10 دقیقه جاگلین بکنم به اصطلاح انجام میده که اینو میگذه اینو میگذه اینو میگذه اینو میگذه و من به شدت بدم میاد از این که اوه بدم میاد از این که ولی میدونم چه مسخره بازیه گفتم این تمرکون و ایناست. آها 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 اه اشکری من میزم بیو خیلی دست من نخواهد افتاد. حتی ایشون با دوتا توپ انجام میده من توپ نداشتم گوجه دارم استفاده میکنم. اینو میاد چقدر احمقانه. حتی میگم شاید دلیل علمی داره که من نمیدونم چون میدیدیم من شبا جاگرینگ انجام برم خواهم میده. آه این سردردار همیشگی چی شده؟ جاگرینگ هم انجام ندادم. یعنی داری به من میگی شما به خاطر تمرکز بیشتر جاگرینگ انجام نمیدین؟ متاسفم یاد ببین اینو اگه اینجوری خیلی باز بالتر بود. خب آقا الان نوبت اینه که بشینیم پای ادیت همین ویدیویی که الان دارید ببینید و میخوام اون اوایلش که ضبط کردم تا همینجا در واقع اونو بشینم ادیت کنم و ببرم جلو که به این هفته حتما میخوام برسونمش. تا اینجا کارم چیدم کتا رو گذاشتم یه موزیک هم گذاشتم اما هنوز خیلی مونده بریم ادیت رو انجام بدیم. ادیت هم تموم شد. چقدرم سخت ادیتش ولی داره جالب میشه. تایم نهاره. نهار رو کشیدم. نهار جا تو خالی چرو گوشتم از یه روخ کار بهتون خیلی تیز و سریع نشون بدم. اول گوشی ماکرونی یک شبگر مسخره‌ای داشت. خدا رو بگوشی که احتمال دارید اینجا میبینید ولی اصلا نمیدونم چرا باید همچین غذایی بخورید و اصلا روخ اونو ببینید تو گشتر میشه لعنتی. آقا این ویدیو چه خودمونیه خیلی دارم با این سبکش حال میکنم به جای اینکه سه تا دوربین بذاری و اینو بیاره اون هم از کن تکی نشستی دارم از یه غذا میخوریم و خیلی داره حال میده. آقا بسم الله بفرما بنده همونجایی که رژیم دارم بنده همون جایی که رژیم دارم فقط میتونم 8 قاشق برنج بخورم اما امروز چیده ی حاجیتونه که البته چیت میل حساب میشه یه وعده میتونم چیت کنم که اگر بشه امشب کاراشو میکنم اگر نشه میفرستنش واسه فردا. بفرما
اون ویدیویی که با مهدی رمضانی گرفتیم داشتیم غذا می‌خوردیم و خیلی دوست داشتیم. کلا تو ویدیویی که بخوام بیشتر غذا بخورم و رفیقم و اینا یا چالشایی که رفت غذا داشته باشه بعد بیشتر بگم واسهتون شکم رو میتم براتون. اگه خوشتون اومده خواهشاً لایک و سابسکرایب رو بزنید چون ویدیو خفنی داریم. ویدیو قبلی هم برید ببینید. چون همین الان که واسهتون ساجست می‌کنم. ترجی. ولی ببین سبک زندگیش خیلی بالا، یعنی تو فکر کن از 6 صبح که بلند میشی الان تو ساعت 12 چقدر وقت داری؟ چقدر وقت داری؟ و همه کار تو کردی، ادیت تو کردی، جاگلینگ هم دیگه انجام دادی، جاگلینگ ورزش کردی، این واقعا تایم داری. هر چی که این سبک زندگی بد باشه تایم زیادی داری و این خوبه. آره یه لقمه بگیرم فرما نمان اومدم آرام نمکم عمرم. من به غذام خیلی نمک میزنم، شما نمیتونید این کار رو نکنید. ترشی با همه چی خوبه به غیر از سوپ و آش. خیلی مخصم آقا اینو واسی بهتون بگم، من یه سفر در پیش دارم برای هفته بعد، یعنی هفته بعدی که شما دارید این ویدیو رو میبینید. سفرم جان سفرم ریا نباشه داریم میریم پیش. هر ایده خفنی که تو ذهنتون هست میتونیم اونجا اجرایی کنیم. اتفاقم هستم بگید که بریم ولاگ خفن بگیریم، چالشه باید بگیریم. پس نظراتتون خیلی واسه مهمه، حتما بنویسید نظراتو، کامنت کن، انقدر گروازی در نه، یه کامنت دیگه بنویس سند. الان یکی میاد کامنت بذاره بقیه غذا ندارم بخورم، تو داری غذا میخوری. نوارمونم زدیم. چقدر زجمان داره و از اون مطب لانت چرخشیه. سوال شما تو شعب سرد میتونید بگی؟ من؟ اون اوایه برای سرد بود، الان خیلی آسون تر شده برم، ولی باعث خیلی چیزا میشه. هم روش عضله رو خیلی کمک میکنه، هم بدنتون درد نمیگیره روز بعد ورزش. من خصوصا کسایی که اوایل ورزششونه این تازه شروع کردن اون جلسه اول دوم، خیلی پیشنهاد میکنم که اصلا دوش آب سرد بگیرید، به شدت دردتون میکنه. یه دیگه که داره کلن ورزش دو بار تو اینه که تو خیلی باید لباس بشوری. ای من دو بار لباس زیر اون هودیه رو عوض کردم، دو بار شبه عوض کردم، همین رو باید بری بشوری، دوباره برداری خوش کنی. خب یکم ساعته شدم اون چقدر یه آدم میتونه سالم باشه؟ دو بار تو روز ورزش کنی لعنتی، یه دارد تو قبله دو بوتسایی بخونم باش باید. آقا بسی ببینم مثل گوی آنو فالو کردید یا نه؟ آیدیش اینه، تو دیسکریپشن هم هست و این که سابسکرایب هم نتونه. خب آقا ما ورزشمون رو که کردیم، دوشمون رو گرفتیم، موامون هم مرتب کردیم، الان میرم بیرون با مهدی رمضانی، بچه فیبا فرنس با مهدی جلالی و یکی دیگر اتامون که تازه ندیده خیلی میریم رو شما بزنیم. بعد از اینکه شما زدیم برمیگردیم با ادامه داستان. بوتونای گنگ، بوتونای سنگ در کنار ستونای فیفا فرنس و همون پاکست اومدیم. یکی چیت میلی که بهتون گفتم و شما مورم زدم، همونجور یه آقا مارکیپلایر چیت نزد اما دو بار زد. بچه چالش بازم خواستیم دانی آقا برمانه این باید نباییم اینجا چالش نیست ببریم. همون آخرین چالشی که بازی کردیم همون بور نکنیم. خودم به هم سن آقا جاتون حسابی خالی. ما رفتیم بیرون و به شدت به ما خوش گذشت و شاممونم که زدیم، بچه‌هارم که دید. یه تو اعلامه دوستمون یکم چیر میکنه و میشه ویدیوهای یوتیوب میبینه که من احتمالاً این کار بکنم. بعدش هم به یه طرفه ساعت 10 میریم برای خواب که آخرش بشه که امیدوارم خوابم ببره. بعید میرم احتمالاً دوباره باید پاشم. برگشتیم دقیقا هم اونجایی که استارت زدیم.
دیدم آخر روز خیلی باحال بود، خیلی به من شخصا خوش گذشت در کنار اینکه سخت گذشت، اما جالب بود، خیلی حال کردم و کلا این تغییر باحال بود. حتی شده واسه یه روز جالب که شما بیشتر میتونم مثلا تو هفته که شده یه روز تو رو کامل تغییر بدید که اکثرا آخر هفته تو میشه. تا جایی هم که تونستم واقعا چالش رو جوی دربارم که این خودم واقعا یه روز زندگی کنیم، یعنی واقعا سعیم بر این بود که فکر کنم واقعا موفق شده باشم. شبتون بخیر. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو من همراه بودید. اگر دوست داشتید لایک و کامنت و ساب بگید جمعه فراموش نشه، و اگر میخواید که پارت بعدی این ویدیو سبک زندگی کوی رایان یا هر کسی دیگه که دوست داشتید رو برم کامنت کنید تا اونم چالشش رو بسه تون بگیرید. همتون گرم، مرسی ویدیو تماشا کردید، خیلی دوستتون دارم.